وطن ای هموطن، رفتی ز دستم. وطن ای هموطن، رفتی ز دستم. نشستم مستم هستم، بی تو بی باده مستم. وطن رفتی ز دستم. وطن پندار ما، گفتار ما، کردار ما، نیکی نیکی بود و پاکی، برفتن جملگی از دست ما. من مست مستم، بی باده مستم، بی باده مستم. نشستم تا ببینم روز وصلم، کجایی تا بگیری دست و پایم. وطن قربانی قربانیان عالمیم و هنوز دنبال جلاد، کفزنان سربست و دلشاد و خلک دل به سوی کربلا. ما راه کوروش را، سیاوش را به صحرا داده ایم و مرده ایم و مرده ایم و مرده ایم. دلم دیوانه شد، دلم دیوانه شد. دیگر از خیشتن دیگر از خیشتن بیگانه سرکار خانم هومیرا یکی از نشانه های زن آریایی، دلیر و سالار زنان سرزمین کهن آهورایی میگن هست. ایشون رو باید بشناسید از نزدیک. ایشون نه تنها اعتبار موسیقی ایران هست، آواز و آوا و صدای خوشی دارد، انسان بزرگی است. من از ایشون چیزهایی دیدم، بارها گفتم بعضیاشو، که انسان، و تا شما هم دیدید، شما هم دیدید، شنیدید، میشنوید که زنی به گستاخی و شجاعی این بانوی بزرگوار که در اون هنگامها بیاد بخونه بهار بهار امروز سال، از خون بخونه و
خواهر چه که میری در میزنی عزادارن. تا به امروز من شاهد بودم اومدن ایشون رو بخرن برای یک جریان سیاسی، دیگران رفتن. بعضی وقتا به اونها میگفتم آقا شما چرا هنر که فروشی نیست که. گفت آقا کرایه خونه که سهله، کرایه یه شب هتل هم من نداشتم، بعضی هم خراب بود، خودم داشت مصادره میشد، رفتم. اما سرکار خانم هومیرا در اینجا بود، یک ارتش به دنبالش و چه بزرگوارانه شون رو بزرگ داشتن که ببرن نرف. حالا اون خود قصه ای داره، اینه که ارزش بانو هومیرا ارزشیست که فرزندانی آفرید مثل مهسا و نیکا و حدیث و اینها که الان اینها نسل داره ادامه پیدا کرده، داره میره تا بی نهایت. امروز نکته مهمی رو میخوام بهتون بگم و اون نکته مربوط میشه به همین که ایران دست رفته. یعنی اگر بلند نشید و خصوصا الان پله اولی که باید بردارید، گام اولی که باید بردارید، هر گونه زر زدن های دیگر رو بایستی کنار بگذاریم و بریم جلو، اینه که مملکت ما اشغال شده. ما در بیم این بودیم که حمله نظامی بشه، بزنن، ساک بشه، پاک بشه، خاک بشه، مردم بمیرن، زیر ساختارا نابود بشه. ما توی خیال و فکر نشسته بودیم، دیدیم سرزمین اشغال شد، تموم. یعنی تمام برای هر ایرانی آریایی دو ان ایرانی، دو دشمن ایرانی کنار گوشش تو خونش گذاشتن. دیگه چی میخواد؟ اشغال. اون اشغال قدیم که یک عده‌ای از توشون سید احمد کسروی در آمد، آیت الله جزایری در اومد، سید بود، سید رضا مظلومان در اومد، سیدهایی در اومدن در کنار رضا شاه ایران رو به آبادانی رسوندن، در کنار محمد رضا شاه به آبادانی رسوندن، تا اومد اینی که دهی ساقطش کردن. ولی اینها که تازه اومدن نیومده دارن میکشن، دارن میزنن، میبرن، تهدید میکنن و یک ارتش بزرگ امریکا رو با چند میلیارد دلار اسلحه و اینا در اختیار دارن ریختن تو ایران. اون سابق سالهای 2014-15-16 میگفتن که 7-8 میلیون افغانی در ایران هست، پس از چندی گفتن که آمار 2018 گرفتن 10 میلیون ایرانی افغانی در ایران هست و اینها حقوق هم میگیرن، یعنی حداقل دستمزد رو میگیرن. اون موقع میگفتن اینا رو به خاطر ارتش قدس و سپاه قدس و آوردن که میخوان برن بجنگن و اینا فاطمیون هستن. جدا از این که این بشر حاکم بر ایران ابلهه که خودش ابله مردم رو ابله کرده، ابله مردم. آخه بابا الان جنگ که دیگه جنگ آدم نیست که مورچه بخوای بریزی که سپاه چند تا داری یا 50 میلیون شیعه کردی تو دنیا، الان که جنگ اون نیست که. الان جنگ چیه؟ همین موشک هم نیست، پهباد هم نیست. الان جنگ مدت هاست عوض شده شیوهش، این که دارن تداوم میدن این جنگ رو به خاطر این که انبارا رو خالی کنن، تبدیل به دلار کنن، چون همیشه پول تعیین کننده بوده در طول تاریخ. پول، طلا، نقره، نفت، دلار. این آشغالی که الان دارن میزنن رو با توافق منفجر میکنن، آتش بازی را میندازن، اینا چیزی بودی که باید نابودش کنن. مثل ما تو خیابان شانزلیزه، ما کتاب فروشی بزرگی داشتیم، تو شانزلیزه زلر میدادم ولی کتاب میفروختیم که مردم آگاه بشن. 7000 جلد کتاب رضا شاه رو فروختیم، در ایران چاپ شده بود، برای که مردم آگاه بشن. کتابای خود ما هر کدوم 8-10 تا چاپ
اومد چاپ چندم تو مردم آگاه بشن، این آگاهی علکی که به دست نیامده که. کتاب، موسیقی، پاسداریش با کاست بود، بعد با سیدی بود. آقا الان که نه، مدتی ما داریم گونی گونی میریزیم تو سطل آشغال، هزینه سنگینه. یک محل در شانزلیزی در دهی رو تو بخوای بدی که یه چیزی رو انبار کنی که به درد نمیخوره، خودت بریزی دور. تازه باید یه چیزی بدی یارو بیاد در به در که میذاری ببره، به شهرداری قبل خبر بدی که اینا یه چیزی هست میذارم ببره. فهمید شد؟ حالا تون 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 میلیون ها تون این موشک پوشک ها اینا باید از من بره، این گنبد آهنی بزنم اینا باید از من بره، همه هم توش دخیلن. جنگ پس فکر نکنید که جنگی است که جای رو بگیرد اونه، نه، الان مدت هاست جنگ که بخواد بشه خیلی ساده میشه. این خودکار خودنویسی میبینید، جنگ که میخواد بشه این سر خودنویس، سر خودکار، این سر خودکار لیزر بهش فرمان داده میشه، یه چیپس روش گذاشته میشه، میگه آقا تو میری برج خلیفه رو فلانجا میزنی، برج فلان رو فلانجا میری میزنی، این میاد از آمریکا به جا بفرستنش. این که میگن 2000 برد با 5000 برد 10000 برد برد داره برد داره این موشکا، آقا این از آمریکا بفرست میاد خاورمیانه. قبلنا من اینا رو به شما گفتم، یادتون رفته تو جنگ صدام حسین برای نابودیش از اینا استفاده کردن، یادتون رفته؟ من اینا گفتم، ولی الان نیست، همه تون از دم فراموش کردین. آه موشک ها، موشک زد، موشک اون بروز زد، این بروز زد، چند تا زد، کجا زد، چند تا دیگه بخواد بزنه. این سر خودکار لیزر توش مواد منفجره حرکت میکنه، میاد یک ساختمان 100 طبقه رو میرزه داغون میکنه، یعنی به جایی میزنه که داغون میکنه، به قلبت میزنه، به مغز آدمه میزنه، میفته میمیره. به ساختمون، هر ساختمونی مغز و قلب داره، اون جایی که باید بشه این میره میشینه میزنه. فردی هم بخوان دی ان ان تو رو میدن، دی ان ان اونو میدن، دی ان ان میاد تو خونت، نیستی، رفتی بیرون، چون جی پی اس داده بودن، دی ان ان هم داده بودن بیاد. نمیدونی جی پی اس با دی ان ان نمیخونه، ولی خونی تو هست، تو خون هستی. تا در وارد میشی و وا میکنی وارد میشی، میزنه تو رو پودرت میکنه، باره پیکارت. این جنگ نوین جهان. باش را فکر کردین سپاه قدس اینا 50,000 تا 100,000 تا فاطمیون داریم، زینبیون داریم، حسینیون داریم تو آذربایجان. نه نه، خب پس 10 میلیون خود اینها گفتن افغانی دارن قبل از 2018 اینا، تا میدیدم گفتن 10 میلیون. حالا پریروز خودشون اومدن میان 16 میلیون آدمایی که اینا سرشماری کردن، یعنی حتی کارت بهشون اگه ندادن، ولی 16 میلیون سرشماری. توی چند وقت هم 4-5 میلیون 10 میلیون خدا میدونه وارد شدن. و کی اینا رو وارد کرده؟ مملکت دست شورای امنیت ملی است، مملکت دست قوه قضایی است، مملکت هیچ وقت دست قوه مجریه هپلو هپوهایی که داره رئیس رو دست اینا نیست، اینا کاری نیستن. اینا ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی ایران یک چراغ برقیه که تو دنیا نور بندازه، بگیم ما جمهوری رئیس جمهور داریم. نه رئیس جمهورش کار است، نه منصب و قوه مجریه پخیه. این خودشان هم گفتن ها، از همشون شما بگید تا الان بیا همشون رو گفتن، فقط تنها رئیس جمهور مقتدر در ایران رفت.